ساکنان ومر، مرکز مأموری نایه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر دادند که روز 19 می مقامات حفظ حقوق جسدهای 21 ساکن این نایه را که در جریان نارمی های اخیر کشته شدند به خیش و تبارشان برای گور و چوب سپاریدند. قبلا در باره بنزدیکانشان سپردن 17 جسد خبر رسیده بود. اکثر این جسدها را روز 19 می به خاک سپاریدند. نزدیکان کشته شدگان میگویند در بدن آنها زخم تیر سلاح آتشفشان و همچنین آثار لت و کوب و شکنجه دیده میشد. در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های برخی از قربانیان اخیر نشر شده است. ساکنان میگویند این جوانان ربط به تروریسم یا افرادگرایی که مقامات عیبدارشان میکنند ندارند. در بین قربانیان از جمله گوشه و مرنم جوانی هم است که مریضی روانی داشته است. در همین حال رادیو آزادی خبر داد که جسد باشچور ساکن دیهه دیرزود نویه روشان را در میدان مرکزی این دیهه گذاشتند. یکم صوبت آزادی گفته است جسدها اوریون بودند. منبع های دیگر اضافه کردند که بعضی جسدها با نشانه های ضرب و لت و شکنجه بودند. به گفته ساکنان از دیهه دیرزود این نفران کشته شدند. اردشیر مناسبوف، احسان مزروبوف، نصرت زوقی بیکوف، منیر نصرالله بیکوف روشان از 17 می به مرکز اساسی ناورومی ها در بدخشان تبدیل یافت است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که صبح 18 می از شروع عملیات در نوای روشان خبر داد تا کنون هلاکت یک افسری واحد تعینات مخصوص کمیته دولتی امنیتی و 8 نفر از ساکنان را تصدیق کرده است. گفته می شود افسر کشته شده الفا فیضعلی جبرزاده بود که روز 18 می در زادگاهش جماعت دهنه در کنار شهر کولوب به خاک سپرده شد. به معلومات وزارت کارهای داخلی در جریان ناورمی ها در روشان همچنین 13 تن دیگر از نظامی ها و 11 ساکن این نویه جراحات برداشتند. بیش از 70 تن دستگیر شدند. افزا در ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از خود یا گردی همایی روز 14 می متشنه شد. در آن گردی همایی در محله برخورغ استعفای رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان علیشیر میرزونه بود، رئیس شهر خورغ رضا نظرزاده و رئیس نویه شغلان جمعه جمعیف و آزاد کردن بدخشانی های در رابطه با اعتراض های ماه نویبر سال 2021 دستگیر شده و به جوابگاری کشیدن عاملان مرگ گلبدین زیوبیکوف و دیگر ساکنان ولایت و بس کردن تعقیب زادگان بدخشان